جنرال صاحب پوشید بهش از مردن شناخت من فکر میکنه جاسا میبره یه آزقه جای بسیار باسانی برامده سلام رفیقای قدیم خورده با چیم هستی؟ نکو چی میخوای تو؟ احباب پای نقبرت وقت میتونم که دستا باران فکر کنی خواه؟ منم مجبور نکو که تو برای فشار به تو ماتش بازدی خواهد شروع کنم میشه رفت سر بمبالا شوید؟ چرا؟ چینل تیزیون خراب شده او خانه امنی که داخلش خانومت هست اونجا پد شده او تحت مراقبت ماست از این جال معلوم نمیشه اگه آتش بازی مشو روشه و باز معلوم خواهد شد ما برای طالمه اگه دختر در کجاست؟ در کجاست؟ اونو جاست تو از وظیفه پلیس اخراج میکنن و بدترین حالتش؟ زندان از زندان میبرن مادر؟ مادر جان بخیز چی بودی کنی مادر؟ مادر مادر بخیز مادر غیرت بخیز مادر تو چرا من تنها موندی؟ Watch company. Private vision. Welcome. کجا میرین؟ شهر نو کوچه کسلوبیت You wait for me here. I have to go. I pay you, you wait, good? Okay. Я думал, ты умерла. Это хорошо. Рад тебя увидеть. Масуд, я хотела убить большого бика. Ага, для чего другого ты бы могла быть в городе? Я уже видела все туристические отделы. Угу. Don't you have any... Пластик, эксплозив? Это должен быть очень большой бит, кого ты хочешь убить. А, the bigger they are, the harder they fall. О, я думал, мы с тобой друзья. Don't you worry, Masoud. You're my friend, I still need you. О, thank you. با وجود از اینکه او تو رفتی میخواد بیرون کده بازم تو برش وفادار هستی من فقط و فقط به وطن وفادار هستم ایره با فامگوشایت هم خوب باز کن تو به وطنت وفادار هستی من به دلار امریکایی او را خودم میفهمم یک چیز نه بگو او قدرم به تو فکر میکنی شناختن ما آسان نیست ایرام از هر کسی بهتر من خودم میفهمم حداقل کسی را خوب که دستایش از پشت بسته شده باشه او را خود نمیکشم ما نکشتیم او را لعنتی بدبختی تو دینیمی احساساتت هست من میتونم بسیار چیزها رو برات یاد بتونم و کمکت کنم تو یک آدم احساساتی هستی که اول ندیده پای از موزه میکشی و غرق میشی دمی احساساتت و کورکورانه هر چیزی را قبول میکنی ببین رفیق زندگی مثل یک میدان جنگ است که کل لگیده و سواره هستن تو پیاده که قربانی یک جنرال شد تو مرا درس اخلاق نته اگه قربانی شوم باز با آرزوی میرسم به یک مرگ پر افتخار میرسم در مرگ دیگه چی افتخاریست؟ مرگ مرگ است تو برم بگو تو میتونی دلارایت در گورم رایت ببری؟ هیچ کسی خبر نمیشه که چه وقت میموره چه وقت هم زنده میموشه اصلا اون شعر خیام هم شنیدی که میگه عاقبت خاک گل کوزگران خواهیم شد
وقت مردن مال نیست. کسی که قدرت و توانایی نداشته باشه، او خودش مرگ است، خودش مردن. هیچ کاری کرده نمیتونی، به دوستت، به فامیلت، به هیچ کسی هیچ کار کرده نمیتونی. آدم گفام هستی، لیکن نه به خودت نمیبینی و نمیفهمی. چطور میتونی هر روز چهره خودت در آینه ببینی با وجود ای که هر روز میلیون ها انسان از طریق تو و آدمایی مثل تو معتاد میشن؟ من و آدمای غریبی که ایمیلی های زندان را ساختن، اونا را مسئول زندانی خودن خود نمیدانم. حتما میخوایی بگویی فروشنده مواد مخدر را مسئول اعتیاد نیست، اما تر است؟ نبی رفیق، من و او سازنده ایمیلی های زندان یک تاجر هستیم. منطق درست است. من اشتباه کردم، امرای تو کم زدم. تو یک آدم پیاده احمقی هستی که قربانی جنرال شدی. قربانی؟ هدفت از قربانی چی است؟ من امرای تو گب نمیزنم. چرا من باید تو رو کمک کنم؟ تو بسیار من آزار و اذیت کردی. برم بگو لعنتی. برم بگو تو درباره جنرال چی میفهمی که من نمیفهمم؟ من یکان چیزاشو ندیم. اما تو ای رو باید بفهمی که وقتی در جای خواب اومدی ای قسم لغتک نزنی. تو فکر میکنی من امرایت مذاق میکنم؟ تو فکر میکنی من امرایت مذاق میکنم لعنتی؟ درست است. برات میگم. وقتی که تو امرای و دوست چاقکت در گدام ما پیش بچه های ما اسیر بودین، من خواستم که شما را امرای جنرال معامله کنم، اما او قبول نکرد. ادامه بده. او گفت که اگه شما بمرینم بالش هیچ فرقی نمی کنم. چه دلیل داره که من سر گپای تو باور کنم؟ سر هر چیزی باور داری؟ باور کن، ولی او مثل یک سگ شما را ایلا کرد. فرق نمی کنم. برام بسیار جالب است. تو را از تیم خود کشیده. در اون مورد جنرال اقباجانه بود. او میتونست که تو را حمایت کنه، اما برعکس مقام تو پایین آورد. چو باش. دیگه نمیخوایم به گپایت گوش کنم. او میخواه به تو ضربه محکمه بزنه. دیگه تو را غرض نیست. ما نتیجه تحقیقات شما میخوایم. جنرال صاحب، چیزی که شما از ما میخواین از توانی ما بالاست. یکم راست. من معذرت میخوام، من نمیتونم. پس تو میتونی که تو وکیل بری. جنرال صاحب، من تمام عمرم کوشش کردم به اینجا رسیدم، بیرا انصاف نیست برای بکشین. و تو وقتاش تو میتونی از تیم تحقیقات شروع کنی. در غیر از او؟ در غیر از او چی؟ در غیر از او تو راستین میکشم. متاله، در انجام اوامر بسیار خوب بودیم. و ایر ما از خورترکی آموختیم که چی رقم با بزرگا احترام کنم. و ما از اینمی خاطر این فرهنگ خود دوست دارم و به اینمی فرهنگ خود احترام دارم. پس ما را مایوس نسازم. ما دوست ندارم شما را مایوس بسازم. ما چیزی را که آموختیم از برکت از اینمی تیم آموختیم. پس تو از این تیم تحقیقات شروع میکنی. با تمام احترامی که ما به شما دارم، ما فکر میکنم هر کس باید از ذهن خود کار بگیره. اگر سیم اخراجش تام کنم؟ ما هیچ وقت نمیخوایم که ما یک دوست خود از پشت سر با خنجر دهیم. امید داشت. ما معذرت میخوایم. ما را از این کلاشخیایتان بسیار خوشم آمد. چطور؟ این یک امتحان بود و میخواستم بفهم که شما چقدر به تیمتان وفادار هستین. یعنی ما در امتحان کامیاب شدیم؟ یک سرباز خوب اوامر قبول میکنه، اما یک سرباز عالی از عقل خودم کار میگیره. حالا زود میرین که خانم سمیا وضعش بسیار خراب است. بله، یک زن خارجی کتم است. بله آن استخوان ها از یام از تلاجه شده اون آمد. من میگم یک دیوانگی است. ما برای تو پیسه میتام، هرچی که من میگم اونو تو کن. من خوب برات گفتم تقریبا ناممکن است که در قضیه تو ما برنده شه. ما چه وقت باخته ایم که آله باید ببازم؟ من یک قضیه تر پیش میبرم. آفرین. احمقانه ترین کار ممکن، شجاعانه ترین کار است.
تو مدت زیاد را زندان سپری خواهد کردی. ما خبرت گفته بودم که یک راز دارم. رازت باید بسیار فوق العاده باشد. این لسته خریداری من است. در این لسته خریداری دیگر قلم کم است. من اضافهش میکنم. تشکر که در یادم انداختی. قابلش نیست. من در این قضیه برنده میشم. مطمئن نیستم. اگه ما برنده شدم باز تو رفیقم میشی؟ لایتر تا میتی؟ سیگارت میکشی؟ باز از او خراب شده، باید عملیات شده. باز؟ متاسفانه که بله، اما مرمی که در بوجه خورده بود و چند دوته شده که ما دگاهش کشیدیم، یکیش نزدیک قلبش هست. خورم بکشین نه؟ او رقمه که تو هم میگی، او رقم آسان نیست، بسیار یک جای خطرناک و حساس هست. باید به بسیار دقت عملیات شده. چقدر چانس داره؟ متاسفانه چانسش کمتر شده میره، بسیار کم. اگر شما از تمام عملیاتتان صرف نظر کنین، ما میتونیم که جزای شما را کم بسازیم. آقای اساس، شما نمیتونین. یک شخصی که هیچ خلاف نکردم زیر فشار قرار بده. تمام ایرونی ها شیرخان بود. لاریام هم رقم. بر از اون مردم هم این پیس هم ایداد. شواهد بسیار زیاد اینجا موجود است. و من ایره برتان ثابت خواد کردم. اما ما اعتماد قبول نداریم. شیرخان. قبرت خودت. شما هم دو فکر میکنین جنرال صاحب. ولی من هیچی تو فکر نمیکنم. اساس چی فکر میکنی؟ برای چه وقتی در زندان خواهد ماند؟ کتی یه قدر ایروین، حد اقلش برای 20 سال. تو میفهمی که عمره یک آدم در زندان های افغانستان چه خواهد بود؟ کمتر از 5 سال. ما مطمئن هستم، باز از 2 سال زندان که تو در زندان دوست دختر زندانی ها شدی، باز کلگه بار اقرار خواهد کنی. جنرال صاحب، بهتر است که از گفتن از قسم کلمات خودداری کنی. تو قضیه مرا در خطر میندازی. خیر است آرامار صاحب. ما از این روی ناجوان مردانه جنرال صاحب سکندر میگذارم، خم به ابروی خودم نمیارم. تشکر میکنم. بسیار زود این اتهامات غلط از پیشانی خود پاک کردن. کل شما را ما به غذای خوب در خانه خود در دوبای دعوت میکنم. اول تو باید از سر جنازه ما تیر شوی، باز به یه آرزو گکایت خود رسیدی. خدا نکنه جنرال صاحب. درایور، it's not way to my hotel. نیورو. Engine no work. چه زبان؟ چه دستباره؟ چه مشکل میکنی شما؟ چی میکنی بیادار که میکنی؟ یک خوشش داری؟ از کشتن که دامه تو کت خود ببره میشه هر چیز بعد دست میاره. فرانسویه؟ دامه تو معلوم میشه. چه زبان؟ You're like 16, aren't you? I really wanted to take you with me to be my driver, you know? بریم ما سرسرت ناخت نشه. اگه بره میشه گو پس بیایه.
دارم میرسانم، پس خودم زود میام. نه، کمی دیگه هم میباشم. دختر نوخ شده، خانه پریشان میشن. بهتر بر مادرم زنگ بزنم، بگم که کمی نوختر میه. بله مادر. میفهمم نوخ شده. اما من در وظیفه هستم. سعیست، شما هیچ پریشان نباشه. خدافظ. بریم مرسل، نوخ شده. بی بی، اگه من یک خانوم هستم، در عوض من یک افسر پلیسم. میره. بابای تمام کوچه ها رو بگردیم، اون باید پیدا کنیم. تشویش نکنید. هنداز فکر نمی کنه این کچه آمده باشه. کاکا جون نمون اینکه داخل باید. شت، تشویش نکن. بریم دیگه کچه ها رو بگردیم. تشویش نکن. کاکا جمعه نکنم، چطورم تشکری کنم؟ تو خودت میفهمی که چی قسم تشکری کنم. چی؟ هدف تو نفهمیدم. از من نشرم، من میفهمم که دایی خیلی شب دخترک ها چی میکنم. چو باش؟ من میفهمم که تو چی میفهمی. تو نفهمی که تی گپ میزنی. من احترام پیری تو را دارم. اگه این برنشان میگه اگنان چند فتیر است، فهمیدی؟ نه، فکر میکنم مادرم زیاد خوار شده. اونو بازم زد. دوباره زن زد. خب پس من میرم دیگه، سبا وقتر بیا که بریم مکتبش جان از خارخانداش برسن کنیم. خب بیبی، مرم داخل ببر، کل گپا رو با مادر جان تو بازی میسازم. ضرور نیست. نمیرم، خوب هستم. هر جو دوست داری بیا. مادر جان، ما هم رو یک دیگه در یک تیم کار میکنیم. تا یه وقت شو؟ سر یک قضیه مهم کار میکنیم از خاطر. میبینم. بله. دیگه این وقت شو خانه نبیاری. مادر جان به این مربوط نمیشه. ما از خود رئیس سرمو تصمیم میگیره. خیر است مادر جان. تشویش نکن. تکرار نمیشه دیگه. میفهمی برای یک زن خوب نیست این وقت شو بیرون باشه. من امرایت موافق هستم. حکیم. میفهمی؟ اگر رقم کنی تا آخر عمر ارمان رسید دلت میمانه. مادر جان قدر گپ کلان نکو، یک موضوع بود تمام شد رفت. سن دید روز براز کلانش نمیره. مادر آلی هم میگی در سن کلانی عروسی میکنن. دیگه او زمان خلاص شد که دو تا اشتوک استاد میکردن و خلاص. کاشش وقت تو ایران نمیبردیم. فرهنگ اونا در کل غلط است. مادر جان ما 15 سال اونجا زندگی کرده، با اونا رفت و آمد داشتیم، اینقدر زود کل چیز فراموشت شد؟ حکیم بسیار میبخشی، گپای مادرم به دل نگی، هیچ منظوری نداره. تشویش نکو، کل مادرم یک قسم هستن، قلبایشان کان تشویش هست. میتونیم بیر آخر دلست. سفر. بچه بسیار خوب معلوم میشه، خانوادهش چی رقم باشه؟ We are doing a great duty for Afghanistan by curbing corruption. Just seem you have not caught any big fish yet. Tell to your people that I caught many since I came into office. So any specific names? Well, we have that man. Let me come back to you with a case study. Look,
I'm not very interested in petty criminals. Well, I will give you a file with the big cases that we have prosecuted successfully. Good. So what about this one? Sherkan. Him. He will be on court on Monday. So I can get an interview? That this case is very sensitive. Look, Mr. Asas. Thank you so much for your time. And if you strongly believe you cannot win this case, I'm just gonna go and see somebody else. I'm pretty much sure that I will win this case. In fact, the largest case, the biggest case since I arrived, at least. So when can I get my interview? Let me 5 minutes. باید به پدر و مادر زنگ بزنیم. اونا باید وقتی جمع آمدن. بیز از اوی میموره. نه. مطلب می است. خدای نخواسته اگه بموره باز. یک گزارشگر روسی؟ آیا، اخیر یو هاف دی گود کانتاکت این راشا. بله، دارو. Wouldn't your friends in Russia be a little upset if they knew you end up in jail? اونا دوستای بسیار خوب هستن. اونا میفهمن که من بیگناه هستم. I believe they would send somebody to kill you. یه امکان نداره. اونا کسی رو به کمک من روان خواد کردن. نه به کشتن من. Look, wouldn't your friends in Russia lose a lot of money if you go to jail? ببین، افغانستان یک کشور رو به انکشاف است. اونا خودشان این خطر رو میفهمیدن. But you knew who you had to deal with. Raskolnikov was your main contact, wasn't he? درست است، درست است. تو تمام همین گپای مرا به خواننده‌های روزنامه تا نوشتکو. اما من سوا آزاد میشم. Or what? اگه نه، سر خود بریده در پدنوس نقره‌ای به رئیس خود روان خواهد کرد. You are a dead man. Not fun. I see you in next life. با اجازه قاضی صاحب محترم و حاضرین در تالار. قاضی صاحب. این شخص را که اینجا می‌بینید، این مثل یک مرض سرطان است. که نه تنها جامعه ما را از بیخ و بن برباد خواهد ساخت، بلکه این تمام جهان فاسد می سازد. ما به جرات گفتم می تانم که این آدم یکی از بزرگترین امپراتورهای مواد مخدر است. امپراتوری از این مملکت شروع شده و پاکستان، ایران و به طرف شمال سراسر روسیه را در بر می گیرد. این آدمی که امروز اینجا ایستاده است موسوم به محمد عتیقی و مشهور به شیرخان می باشد. زکی بخیز نوبخ شده تو باید بیدون بار پدر سمایه در میدان هوایی بخیز چیز شما نوبخ شده؟ ساعت چند است؟ نوبخ است بکتاش بخیز تو باید بیدون محکمه تیز شو باید نقوه خوبت مادر جان بخیز امیالی نوبخ شده بخیز دیگه نوبخ شده هره. چقدر دیوانه ما میکنیم بروش کنیم اینا در قلن نمیمونم کالای خدا خوب بدل کنید برو تو دمو محکمی خراب شده برو تو کنید خلاص شد پشت کالا نگرد
تو چی باید میکنی اینجا؟ تو رو با خدا قسم میدم با کس چیز نگو. تو رو باید من راست پیش جنرال سکندر ببرم. نه شیرخان مرا پیدا خواهد کرد. شیرخان فکر نکنم تو رو با پاله. هدف چیز؟ ما تو اینجا گپ میزنیم و در پشت میز محکمه جواب جرمایش میده. من اینجا میام تو مرا کمک کنی. با کی زنگ میزنی؟ با مرسل. با خاطر تو زیاد پریشان است. نه کود فرا. کجا میدی؟ تو نمیتونی تمام عمرت فرار کنی. من برای تو عذر میکنم. در باره من به کسی چیزی نگو. حداقل مادرت گفته میتونم نه؟ مادرم در زندان نیست. من دیگه هیچ کس ندارم. من جای برفتن ندارم. با من پیش تو من کمک کنی. خلو بیا بریم با من. من کمکت میکنم. در پایان دفاعی باید برز برسانم که محکل ما کاملا بگناه بدن و یک شخص تجارت پیشه می باشد و با مساجد و با فقرا کمک میکنم. تمام اتهاماتی که از طرف پلیس ها برشان وارد شده کاملا بی اساس بودن. فقط امیر خدمت شما برز رساندم. تشکر. درست است. سلام هستم. شما میتونید شاید اولتان رو بخواین. ما از بکتاش کسی که دانسته از گدام از این شخص برزش میلیون ها دلار هیروئین و دست بیاره و ضبط بکنه خواهش میکنم که بیایه و اینجا شاهدی بده. افسر بکتاش در بین شماست؟ افسر بکتاش آقای اساس های شما شاهد دارین یعنی؟ البته داریم بله. او کجاست؟ ما کل روز نمیتونیم سر اول منتظر شاهد شما بمانیم. اگر شاهد دارین لطفا به محکمه حاضرش بسازیم. اونه رسید. مهربانی. آیا شما افسر بکتاج هستین؟ بله قاضی صاحب. قاضی صاحب ما بسیار زیاد معذرت میخوایم. ما در شب خانه مریض داشتم. از این خاطر با وقت آمده نتونستم. تو معلوم میشه که خودت ناوقت رساندی خودت به خاطر شهادت و ایره بانه میسازی که ما مریض داشتم و در شب خانه بودم. نه خیر نه قاضی صاحب. ما واقعا مریض داشتم. بازم معذرت میخوایم. مهربانی. مادر رمی تو نگفتی که یک دختر خوبه برات پیدا کو؟ از دل خود گپ نکش. ما که اجازه را برات دادیم. چرا؟ چرا مادر جان؟ به خاطر که او از قوم ما نیست؟ ای بسیار بر خانواده ما ننگ است. چی ننگ؟ تو مردم را نمیشناسی. دان دروازه شار بسته میشه. اما دان مردم نه. خدا میفهمه چقدر گپ خود جور کردن. مادر جان صدقه سرت شو. مو دختری را که تو بر من خوش کردی او ما را نمیخواین. او ما را به چشم یک شهید میبینن. فکر میکنن همی که امرای مارسی کرد بیا میشن خلاص. خیلی برو تا آخر عمرو دمی تو تیز بلاشه بشی. اما مادر ما بین یک دیگه خود یک وجه مشترک دگام داریم که تو خبر نداری. چی؟ او مثل ما یک افسر است. او مثل ما از شهید شدن نمیترسه. اما قسمی را که ما خوردیم او هم خورده. اگه بر تو خانوادت مهم نیسته هرچی که دلت است امو تو کو. اما یادت باشه پات در این خانه دیگه نمیمانی. چی شده؟ به حکیم زنگ بزن. حکیم جان برو خود جواب نمیده. من نمیتونم. پدر سمیه رو بیارم. خب حداقل که میتونی برش بگی تاکسی رو خودش مستقیم برسونه اونجا. باشه رئیس. هر چی تو بگی. بازه تو نکنی که مالی بریم. اولا تام زیاد میگه مفتی یاد داری. خداحافظ. آخرین دفعه که نان خوردی چی وقت بوده؟ یادم نیست. مرا چی تو پیدا کردی؟ مرسل تعقیب کردم. جالب است. چی جالب است؟ مرسل کل وقت تو رو میپرید. تو رو تعقیب میکردی؟ کل وقت نه. باز مرا از کجا یافتی؟ اولین بار که تو رو دیده بودم به نظرم رسید که آدم خوبی هستی.
تو خمر چند ثانیه دیدی؟ ما در مکتب یاد گرفتیم که در یک ثانیه بسیار اتفاقا میفته. حتی میشه که یک سیاره در یک ثانیه به دیگه روی شوه. فکر میکنم میره تو از فیلم های هالیوودی یاد گرفتی، نه از مکتب. تنها چیزی که میخوایم برد بگویم میشه که در یک ثانیه بسیار اتفاقا میفته. شاید هم هزار ثانیه تیر شوه هیچ اتفاق نفته. آیا او لاری که میگفتین؟ همی هست؟ بله اینمی هست. ای در کجا راجسته هست؟ در شرکت باربری عتیقی. مالکی شرکت باربری عتیقی کی هست؟ خودش هست. مطمئن هست؟ 100%. آیا امو ایرین هست که شما از امی لاری بدست آوردین؟ بله. چی فکر میکنی که ارزش از ایرین ها در بازارهای جهانی چقدر خواهد باشد؟ در اروپا تقریباً قیمتش میه 2.5 میلیون دلار. خاموش، لطفاً نظم محکمه را رعایت بکنید. حاضرین گرامی، محکمه را فردا تعقیب میکنیم. من امروز کفایت میکنم. بیا آخری چانست بود جنرال. من از تو که در چانس زیاد دارم. تو میتونی همی الان از این کارهای تیر شوی و من شاید تو را بانم کمه تو کاکاو سره باشی. وقت مذاقرش خنده نیست. خوب خندگک های تو بکن، شاید چند وقت بعد به این خندگک های دلتنگ شد. باری باز بشی بابا. گفت اساسی یه از کتابار مادر از این همه فامکی در پولیس هست. راستی؟ راستش در خانم تا همی علی کس نمیفهمه. از این خاطر ما تنها آمدیم کس را کت خود ناوردیم. مام در مورد زندگیش چیز زیادی نمیفهمم. او هیچ وقت در مورد موضوعات شخصیش با کسی گپ نمیزد. تو خود در مورد ازی تمام رازایش میفهمی، صرف امرای من. سلام جنرال صاحب، ایشون سلام پدر سامعی جنرال صاحب. السلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر هستین جنرال صاحب. ما در مورد شما بسیار گپای نیک را شنیدیم و زنده باشین مهربان هستین. امیدوار هستم که با عزت باشین. لطف کردین. ابی بیاجی صاحب هیچ قابل تشویش نیست. خانم سمیه یکی از بهترین افسرهای ماست و حیثیت یک همشیره را به ما داره. ما که در بهترین دکترها در اینجا گپ زدیم، انشاءالله هر چیزی که ضرورت باشه و دریغ نخواد کردن. ای تشویش نکن. تشکر از شما. ما با وجود شما واری افسر افتخار میکنیم که باید برای از اینا افتخار میکنیم که شما را واری یک عامر داره که باز خواست از اینا را میکنیم. زنده باشید. بازم نهایت از شما زیاد تشکر میکنیم و می امیدواریم از شما تمنا میکنیم که در حقش دعا کنیم. بیایم که دعا کنیم. دیگه ما اینا میره میگیم که خداوند هیچ کس را به این حالت گرفتار نکنه. خداوند کل مریضایی را که در هر جای هستند، در هر کشور هستند، در هر کشور اسلامی و غیر اسلامی است، مسلمان است، خداوند درد و غم برشان نشان نده. خداوند هر چی لاجلتر صحتیاب بسازه و شمول از اینا. دیگه امید دعای ماست. دیگه اللهم ربنا فقر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. امین بازی هم یاد نست؟ آه چطانه؟ چی دورانه ای بود؟ کل کارا مثل آخوردن ساده بود. ولی حالا کل کارا سخت، مثل کندن کو مشکل شده. کل عمرت باید تیر کنی سر بخاطر از اینکه کسی را بگیری و اشکمش را سیر کنی. ای من در دوره بعد ساوردن هستم و تو هم در دوره اشکم سیر کردن. دوره را که من سپری میکنم قدر آسانه است. چرا امروزی را خمسته؟ همراه کسی که ما عروسی کردم دوستش نداشتم. ما فکر میکنم که تو خانم تا دوست داری. نه بچش، فقط قولی که برای مادر داده بودم من برای از او عروسی کردم. اگر نه دلم پیش دگه کس بود. پیش کی؟ هیچ جورت هکده نمیتونم ناموشه بگرم. سیس قدیمی ها میگفتن هیچ عاشق به معشوقش نمیرسن. ولی راست میگفتن. اینی میشه آدم ها در میتن. لالا جان، چی خواسته باشی چی نخواسته باشی جا اینی میقسمه است. پشت هر لبخند یک دل شکسته پنهان است. ما امکان نداره که کلگی رقم باشه. هرچی نباشه از تو که در چهار پیرنگ زیادتر کنه کدیم.
نظر به تجربه من همی قسم است. یعنی من مسئله مرسل پشتر بانم؟ بیادر تو غلط درد نکن. هیچی؟ در مقابل مادرم استاچه هم. شما نمیخواین یگان عاشق از زمانه باشین؟ شب خوش. صبح هفته و باز تو لخات کرد. طلوع هم بکنه به تو بیفایده است. تو از او آدم هایی هستی که تمام عمر تا پشت همین میله ها میگذرانی و همیجا دفن میشه. گفای بیمانا نزن وکیل جان. تمام زندگی درک ذهن خودت است. خیلی چرا من هرچی فکر میکنم مشکلات حل نمیشه. یک ذهن قوی میتونه سرنوشت خود کنترل کنه. میخوایی بگوی میتونم دایرکتر فیلم خود شوم؟ چرا نه؟ خیلی خودم چی؟ وطنم، وظیفم، ایمانم، وجدانم، فامیلم. این گفایی که از مغز تو میگذره چت یادگویی یک غلام برده است. من این ذهنیت بردگی خدا بسیار دوست دارم. تو میفهمی که در هندوستان فیلا را چه قسم تربیه میکنن که تو فرار نکنه؟ من هم میفهمم. تو اگه میفهمی بگو بریم. وقتی که اونا خرد هستن اونا را به زنجیری های بسیار قوی و محکم بسته میکنن که تا اونا جوان شون و به این زنجیر را عادت کنن. او وقت اگه به یک تناب بسیار باری که اونا را بسته کنن قادر نمیشن که اون تناب پاره کنن. حتی اگه یک آتش سوزی صورت بگیره ترجیح میتن بسوزن ولی تناب پاره نمیکن. ما هم خود ما، وطن ما، فامیل ما، وظیفه ما، ایمان ما، وجدان ما بسیار دوست دارم حتی اگه ده ای آتش بسوزم. آدم ها آزاد خلق شدن اما من همیشه اونها رو در زنجیرها بسته میبینم. وقتی من از اینجا برآمدم باستور در یک رستوران بسیار بزرگ در کابل میبرم. که چی شوه؟ که اوجا برم زهر بتی؟ نه. تو یگانه دوستم هستی که من دارم. چطیات گفتن عوض کو. احساساتی نشد. این این مذاققایت است که در دل آدم چنگ میزنه. در صدای تو یک صداقت وجود داره. خوب شد یادآوری کردی. یادم باشه حتما ستاره افغان شرکت کنم. من خودم تو را اسپانسر میکنم. من مطمئن هستم تو برنده خیشی. چطیات نگو خواب کو. شما میشه پیش من همی باشی. خدا کنه که بالا جایم تلفون از ایره اوکی کنه. خدا کنه. نابخ شدم. من باید دیگه برم. راستی زکی کجاست؟ نیفهم. قربان چوم. اما از چهار روز است که من دیگه دوازی فستم. معذرت میخوایم بگداشت. اما من چی کنم؟ من شکایت نمیکنم. من عرفویستم. 24 ساعتم که من دوازی فواشم در قصهش نیستم. حالا که شکایت میکنی؟ گفتم من شکایت نمیکنم. یک افغان اگه شکایت نکنه او افغان نمیگه. قربان چوم. اگه ما امام نکنم هر دفعه که من دست خدا بلند میکنم چهار تا دوست خود از دست میده. پس من برام که من از دست ندی. برو سر من خدا آورده. خدا یاد. میفهمم. گفتم بانش. اگه نه چی؟ گفتم بان. اگه نه چی میکنی؟ میتونی مرا آسیب برسونی ولی فکر نکنم که تو مت دختره باشی. اگه رو تو نکنی شاید یک اتفاق بفته. برات میتونم اما اول امرام یک وعده کو. وعده بزور؟ یکانا چیز از باز گرفته میتونی؟ فقط یک مرمی. یه دیگه تو از دختران نیستی کار کنی نه؟ تو هنوز ما نمیشناسی؟ نه هنوز نشناختمت. صرف وعده کو. خوب است وعده میکنم. باید استفاده از یه به ما یاد بدی. چی را؟ تفنگچه را؟ فکر نکنم چیزی دهش مانده باشه که تو رو بخوای یاد بگیری. وعده کو. باشه وعده میکنم. قسم بخور که دروغ نمیگی. قسم میخورم دروغ نمیگم. چی میکنی؟ درس اول. هیچ وقت تفنگچه به کس نده. یاد گرفتم. حالا پس کس بجوری؟ چرا میخواستی طریق استفاده از ایر یاد بگیری؟ اگر بفهمی دیگه طرف ما نمیگیری. شاید
شیخان برای کشتن از من هیچ دست نمیکشه. من باید باخته دفاع از خودم این کار رو یاد بگیرم. هیچ فکر نمیکنم کی کار کنی. درس دوم. همیشه یادت باشه قیتک شه سر فعال بیاری. اگه نه هیچ وقت نمیتونی فایر کنی. درس سیوم. همیشه یادت باشه که شجور شه چک کنی. وقتی که خانم سمیه صحبت میکنه هر کلمش مثل یک چاقوی تیز است. بله این همیشه حقیقت هم میگه و حقیقت تلخ میباشه. خب بیا خانم چطور میتونه در بخش استخبارات این قسم پیشرفت کنه؟ من سابق در کابل عسکر بودم و اینجا یک رفیق داشتم که به خاطر حفاظت جان از او من چشم خود از دوست داده بودم. اینطور حد زدم میتونی که او کی باشه؟ نمیفهم. او آدم ولید آرمان است. مشاور وزیر داخله؟ بله. اونموی را زیر بالا خود تربیه کرد و کلان کرد، آموزش دادشه. بسیار خوب. و مثل کاکایش است. آلیس عروس پشتان میه. ما فقط یک دفعه اونا را دیدیم دقیقه وقت. تجربه آور است. این نفر اعتمادی از او هر روز او را میبینه باش راپور میتن. تمام معلومات آره؟ بله چیزی را که میفهمم. حاضرین محترم لطفا نظم جلسه را مراعات بکنید که جلسه امروز خود ما آغاز میکنیم. لطفا آجندای جلسه را شما قرار بکنید. امروز مورخ 1/5/1392 هجری شمسی ساعت 9 بجه صبح محکمه محمد عتیقی مشهور بشیرخان که به جرم قاچاق مواد مخدر اختطاف و چند موارد دیگر متهم است دایر میگردد. خب سروان صاحب معذف متهم لطفا حاضر بسازید. جناب قاضی صاحب متهم در جریان را است. چند لحظه میرسد. یک 5 دقیقه وقت میخواهیم. با اجازه قاضی صاحب محترم میخواهیم امروز سلام بار صاحب صحبت کنیم. میروید. مسئله حفاظت زی زندانی به دوش جنرال صاحب بود. شما میتونید از جنرال صاحب توضیحات بیشتر برسید. شما میره بود. جنرال صاحب مسئولیت زندانی به دوش شما بودن؟ چطور تانست از پیش ما فرار بکنن؟ آیا مجرم فرار دادن یا هست که خودش موفق به فرار شد؟ با اجازه شما قاضی صاحب، فرار از این جنایتکار نشان میده که یکی از بزرگترین جنایتکار هست. و صد بارم اگر فرار کنه، باز آمده این محکمه حاضرش خواهد ساخت. وقتی که جنایتکار بزرگ و جنایتکار کلان بود، بله. بابا اجازه بده. اما خواهش میکنم اجازه شما. قاضی صاحب دهی تقصیر من است. حتی اجازه دارم. قاضی صاحب خواهش است. شما من میره تشریح کنم. حاضر بسازین اینجا. با در صورت که حاضر شما. اجازه بده من تشریح کنم یک بار. حاضر بشین محکمه غیابی صورت میگیرم. خواهش میکنم قاضی صاحب. اجازه بده من صحبت کنم. اجازه بده بدین خواهش است. من خبرت گفته بودم که آزاد میشم. فقط کی؟ کجا؟ و چه وقت؟ بچه‌ها ما باید بریم. Everyone is ready. اول جنرال سکندر، بعد از او دختر. گود. اتحاد داشته باشین در مقابل دشمن مثل یک سپر استاده میشین.